اصلا همگی بخیر به باور ما ایالات متحده مط... جمهوری اسلامی ایران مسئول بوده در حمله ای که انجام شده ای... در خل... در جریه عمان این بر اساس ارزیابی های اطلاعاتی و سلاح هایی که استفاده شده و همینطور حملات اخیری که ات... ا... 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 به صلاح اتفاق افتاده است و همینطور اینکه هیچ گروه دیگه با این درجه دقت و پیچیدگی نمیتونه این کار رو انجام بده به جز گروه های مورد حمایت ایران یا ایالات متحده ایران جمهوری اسلامی ایران و این تازه ترین اقدام جمهوری اسلامی بر علیه منافع ایالات متحده و هم, هم پیمانانشه و این در ادامه چهل سال تجاوزگری بر علیه کشورهای آزادی خواهد در روز 22 آوریل او، او ایران قول داد به جهان که مختل خواهد کرد گذر نفت از تنگه هرمز رو و الان ایران داره بر این کار بر این وعده ای که داده عمل میکنه در ماه قبل در, در تاریخ دوازده مه ایران به چهار کشتی تجاری در تنگ هرمز حمله کرد در 14 مه هم گروه های مورد، مسلح مورد حمایت ایران به خطوط لوله نفت عربستان سعودی حمله کردند و همینطور در یک موشک ایرانی در بغداد نزدیک سفارت امریکا پایین اومد در افغانستان هم همینطور چهار اقدامی که از طرف ایران بود چار نفر این کار رو کردن نفر کشته شدن و همینطور در یک دیروز دیروز نیروهای مورد حمایت ایران در فرودگاهی در عربستان اپها رو دارن میگن حمله کردن 16 26 نفر آز، آسیب دیدن اقدامات ایران بر آزادی ناوبری در دریاها در واقع تاثیر گذاشته و این کارها داره ممانعت میکنه آقای نخست وزیر آبه یک سفر تاریخی به ایران انجام داد تا از ایران بخواد که وارد گفتگو بشه رهبر ایران این رو رد کرد درخواست دیپلماسی رو شروع کرد و گفت ما هیچ پاسخی بر ایشون گفت ما هیچ پاسخی برای پرزیدنت ترامپ نداریم و پاسخ نخواهیم داد رهبر ایران سپس با حمله به به حمله به نفکش ژاپنی در خارج از آبهای ایران توهین کردن اهانت کردن به دولت ژاپن وزیر خارجه ایران امروز پاسخ داد به این حملات ایشون گفتش که رد شک و تردید نمیتونیم با شک و تردید نمیتونه توصیف بکنه منظورش اینه که خیلی مشکوک بوده حمله که تو افتاد آقای ظریف ممکنه فکر کنه این خیلی خنده داره این خیلی چیز موسکیه ولی هیچ کس دیگه در جهان اینطور فکر نمیکنه ایران داره این کارا رو میکنه برای اینکه ایران برای اینکه ایران میخواد این کارزار فشار حداکثری موفق ما برداشته بشه هیچ هیچ جای نمیخواد هیچ کوئیوه. هیچ وجه نمیخوایم اجازه بدیم که این کارهای ایران جمهوری اسلامی ادامه پیدا کنه کارهایی که داره میکنه جامعه جهانی حملات ایران به هدف در هدف قرار دادن بیگناهان و همینطور کارهای تجاری جهانی رو در واقع تایید نمیکنه محکوم میکنه همه و ما از, از سفیرمون در, در سازمان ملل خواستیم که در مورد این صحبت بکنیم ما به تلاشهامون رو ادامه میدیم برای آوردن ایران پای میز مذاکره تا تهدیدهایی که از طرف اینها هست برطرف بشه این تهدید امروز تهدیدی است به همه جهان به صلح و امنیت جهان ایران باید دیپلماسی رو با دیپلماسی پاسخ بده نه با تروریسم و اخخازی و تجاوز ایالات متحده از نیروهای خودش دفاع خواهد کرد نیروهای خودش منافعش منافع همپیمانان و شرکاش در برابر تمام برای دستیابی به ثبات بین دفاع خواهد کرد و ما از همه کشورها میخوایم که در این تلاش به ما بپیوندند سپاسگزارم